حدیث نجفی متولد 1380 در گذشته 3 شهریور 1401 دختر 20 ساله ایرانی بود که در اعتراضات ضد حکومتی به جان باختن مهسا امینی در مهرشهر کرج با شلیک 6 گلوله توسط نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسید و شبانه به خاک سپرده شد. تصاویر این زن جوان روز یکشنبه 3 مهر ماه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که پشت به دوربین موهایش را برای ورود به میدان مبارزه با نیروهای امنیتی می‌بندد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، او چهارشنبه 30 شهریور در مهرشهر کرج با حداقل 6 گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ناحیه شکم، گردن، قلب و دست مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان قائم در این شهر بر اثر شدت جراحات وارد جان باخت. خواهرش در یک مصاحبه گفت او تنها 20 سال داشت. دلش برای مهسا امینی شکسته بود و می گفت کوتاه نمی آیم. بستگان او تصاویری از خاک سپاری او منتشر کردند و می گویند که ماموران به او 10 گلوله شلیک کرده بودند. طی روزهای گذشته تصویری از دختری با موهای روشن در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد که پشت به دوربین موهایش را برای ورود به میدان مبارزه با نیروهای امنیتی می‌بندد. مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و یکی از کسانی که در زمینه مبارزه با حجاب اجباری چندین کمپین پرمخاطب را راه اندازی کرده، امروز یکشنبه 3 مهر ماه 1401 اعلام کرد که نام او حدیث نجفی است و در اعتراضات مردم کرج در مهرشهر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخته. نامش حدیث نجفی است، دختری 20 ساله، جسور و شجاع. دوستانش میگویند او دلش برای مهسا امینی شکست، واقعا خشمگین بود و میگفت کوتاه نمیام، من میشم مهسا. همان دختری که موهایش را از پشت میبست تا برود وسط میدان اعتراض، او را با 6 گلوله کشتند. حالا حدیث هم اسم رمز ماست علیه حکومت داعشی. رسانه‌های رسمی در داخل ایران شمار جانباختگان اعتراضات سراسری مردم ایران را که از 26 شهریور ماه سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد 35 نفر اعلام کردند. این در حالی است که خبرهای غیر رسمی شمار بازداشت شدگان جانباختگان این اعتراضات را بسیار بیشتر تخمین می‌زنند. برای اطلاع از اخبار بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.